نغمه و خوش اومدید به استدیو رادیو همبستگی. خیلی ممنون، خیلی ممنون که من آوردیم اینجا. خواستم از همونگی تشکر کنم و ببخشید که یکم دیر شده امروز. خب اشکال نداره، شما ما رو استو کنید. نه دویدم تا برسم به اینجا. خب برحال ما منتظر میتونید پیش از این برای برحال شروع میکنیم. خب از اول من پیش از این از باتون صحبت کردم گفتم که شما یک نام هنری هم دارید و بله. من اینجا میخواستم ازتون پرسیدم که میتونم نام اصلیتون رو بگم یا نام هنریتون؟ گفتی نه. گفتی نه من؟ اسم من فانتزی بی هست. اسم هنری هنرمندی، بله. اتفاقا اسم چیه؟ پاسپورت من فانتزی هست، خودم اسمم عوض کردم. یعنی اسم کوچیکو عوض کردم؟ بله، ولی اسم واقعی که مادرم به امداد، اسم من نغمه برهانی هستش. همون نغمه راحت فقط مامانم تنها بهت اصطدار نمیدونم، فکر کنم بابام یکم کمک کرده. بابا تو یه خوره همیشه همینطوره، بابا یکم کمک میکنه. خب حالا به من بگونم چطوری این نامو پیدا کردی؟ فانتزی بی یعنی چی؟ آخه من چند سال پیش یک کتابی خوندم از لیندا گودمن، بعدم یک فیلسوفی از زنبورا نوشته بود که خیلی اینترسانت هست. آخه این فانتزی بی، بی همون زنبوره، زنبور ایز فانتزی، بله زنبور فانتزی. اینه که زنبورا در ایلان نباید بتونن پرواز کنن. اوکی. چون که پراشون برای تنشون کوچیک هستن، ولی زنبوره اینو نمیدونه. یعنی این توی فیزیک امتحان کردن که این درست نباید بتونه اصلا پرواز کنه زنبوره، ولی زنبوره کسی که بهش نگفته تو نمیتونی پرواز کنه، خودش پرواز میکنه. به خاطر همین فانتزی بی هستش که هر چیزی که بهش اعتقاد کنی یا بهش باور کنی میتونی انجام بدی. یعنی به خاطر اون نیازی که بی یا اون زنبور داشته میخواسته پرواز کنه رو گلاب شینه ها. بله. داشت روی گلاب دیگه. بله بله بله. شما چرا پرواز کردی تا الان؟ خیلی. دوستان شنونده من باید ببینم چون بدی. نه فقط نیستم میکنم، من بخواهی یکم آهنگ میذارم، ایش کاری نمیکنم. من در اینجور یک راست پس سکوت میکنم، نمیخواه بگیم میشنه این فلاحیم. اوکی. داشتم میگفتم شنوندگان ما بدونم که من اینجوری دارم صحبت میکنه با نغمه. نغمه 25 سالش به من اشاره بگو. 25 سالته. چند سالت که اومدی سوئد؟ ما از شیراز موقعی که 6 سالم بود با فامیلم ول کردیم، اومدیم به ورلند سال 1989، همون سالی که رادیو همبستگی شروع شد. چه جالب. ولی واقعا من نمیدونستم که تو 89 اومدی. آره قصدی نبود. نه میدونم. یعنی تو فقط شیراز دیدی توی ایران، بعدم اومدی؟ بله بعدم اومدیم سوئد دیگه. بعدم که فقط دو بار برگشتم فامیلیم اینا رو دیدم توی شیراز توی ایران. یکم سخت آخه واسه ما برگردیم موقعی که به اینجا به دنیا اومدی. آخه فرهنگ اینجا خیلی فرق میکنه با فرهنگ مال ایران. بعدم اونجا خیلی به نظر من خیلی استریکت هست، خیلی فشار هست، فشار خیلی زیاد که من تحمل نمیتونم. یعنی میتونید تصور بکنی الان دوستان ما نمیبینن شما رو رادیو، شما همینطوری میتونید همین الان سوار هواپیما بشید برید ایران؟ نه اول که آخه من پیرسینگ دارم و خالکوبی دارم. نه آدم اذیت میکنن. دوست من رفته بود بهش گفتم تو دهن چی داری؟ به من بگو ببینم که چه کار کردی توی یوتوباری بودی دیگه تمام 18 سال پیشا؟ تقریبا آره، چند سال تو ورلند بودیم و چند سال بیشتری موقع آره توی یوتوبار بودیم. توی یوتوبار که من بیشتر رفتم مدرسه و ولی همیشه احساس کردم که از زندگی خیلی بیشتر میخوام از بچه های دیگری. مثلا همیشه دوست داشتم از همه بیشتر معلوم باشم. بعد شروع کردم موقعی 12-13 سالم بود برای خودم آهنگ میدونشتم. من یه سکوی سکوی به مانم همشه میگفتم من دوستم برم امریکا شند بشم. مانم گفت حالا دختر فیل کنی تو از همه دنیا تو رو میخوان انتخاب کنن، خیلی سخته. گفتم آره میکنم. بعد من دیگه شروع کردم تو مدرسه میخوندم، اتریده میکردم با دوستان، یه سیده ساختیم سال 2002، 100,000 تو کافی درست کردن ازش که یه پروژیک بود اسمش Get Together. خیلی هم جالب بود دیگه. بعد از همون موقع
ادامه داد که سال 2000 که برادر من توی یتبال کشته شد دیگه خیلی چیزا در رابطه با یه پسری که مریض بود همینطور برادر 20 ساله من توی جشن بود دیگه همونجا اگه دوست داری من فکرم در ارتباط با آتش بود نه توی آتش این یه پریوات مود بود که دیگه زندگی ما رفت پایین و دیگه میسی که منم روی هول شد چند ساله بود اون موقع؟ من موقع 17 سالم بود اون موقع میخواستم تازه بشم 18 سالم دست تو ادامه دادی؟ بله ادامه دادم با خیلی سختیت ولی بازم تو مدرسم رو تموم کردم و کار شروع کردم برای MSN ولی همینطور موسیقیم رو سیدم کنار ادامه میدادم چون که همیشه میدونستم این قلب من توی موسیقی هست خیلی نغمه اصلا موسیقی دیگه ولی نه با فارسی نه آواز همین گفتم حالا چرا فانتزی فانتزی به خاطر همین اسمی که گفتم دیگه که این اصلا به کار فانتزی اونطوری نیست ما فقط اینه که آدم هر چی بخواد توی دنیا میتونه این کار رو بکنه هر چی آدم فقط با خودش باور کنه توی شماره اون که سوجت ستون فال هست اون توش فارسی هست توی بکنم شماره 3 هست اینو بخواستم بگم اون با باب مارلی هستش خیلی هم قشنگه نغمه من میخوام فقط بگم نغمه حالا بذارم من راحت باشم فانتزی و از این حرفا رو بذارم چون اولین بار که به من گفتی فانتزی بی من گفتم نکنه میگه یعنی فانتزی توی چند تا تبوره مثلا دهکده و از این حرفا خب حالا بگذاریم این کاراتی که من گوش میدادم توی این چند تا تراک تو توی سایت خوده برم معرفی خواهم که از سایت تو رو برای شنوندگان خوده بود در بعضی از این آهنگ ها یا این ترانه ها از کلمات یا از جملات فارسی هم استفاده کردی